سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بردیا هستم از آکادمی گنج. میخوام یک تحلیلی داشته باشم روی در واقع بیت کوین و حالا هم در مورد تایم میان مدتش، هم یه ذره در مورد تایم کوتاه مدتش، ببینیم چه اتفاقی داره میفته. و خب طبیعتا این روزها مارکت در حال لرزیدنه و خب هر روز به روز نگه داشتن و هادل کردن سخت‌تر میشه. اما بریم یک نگاهی به یک نمودار خیلی خیلی آشنا داشته باشیم و ببینیم که چطور میتونیم از اطلاعاتی که این نمودار بهمون میده استفاده بکنیم و شاید چیزهایی رو که تا الان بهش دقت نکرده بودیم رو سعی کنیم بهش دقت کنیم. پس بیاین بریم سراغ این نمودار. این نمودار بسیار بسیار آشنا. من خیلی سریع صرفا مرور میکنم که نمودار چی هست. خط سبز رنگ داستان چیه؟ خط سبز رنگ هالوینگ سال 2016 رو نشون میده، سایکل قبلی که درش بودیم. و خط بنفش رنگ هالوینگ 4 سال قبلش رو نشون میده، سال 2012. خط آبی کمرنگ خطی است که ما سعی میکنیم دنبالش بکنیم، خطی است که در واقع امسال رو، سال 2020 رو داره نشون میده، از هاوینگ سال 2000 می 2020 به اینور. و خط زرد رنگ هم در واقع میانگین دو تا سایکل قبلی رو نشون میده که ما خیلی کم باهاش کار داریم. اما میخوام یک کاری رو بکنم، یک تحلیل رو انجام بدم و امیدوارم که جالب باشه براتون. تمرکزم رو میخوام بذارم روی در واقع خط سبز رنگ و خط آبی رنگ. متاسفانه نمیتونم زرد رو حذف بکنم، بلا خیلی خیلی حتی بهتر میشد. میخوام توجهتون جلب کنم به این اتفاقی که توی این بازه افتاد. اوکی، اینجا چی داریم میبینیم؟ یک دره خیلی بزرگ میبینیم. من این دره رو سعی میکنم که در واقع وصلش کنم به اینجا. این یک دره اینجا، دقت کنید این دره دو تا دره بود. اگر بخوام دقیق وصل کنیم اینو میتونیم به اینجا وصل بکنیم. قبلش یک قله، در قله داشتیم که دقیقا این ستا رو اگر ببینیم میبینیم که بسیار بسیار شبیه این ستایی که اینجا داره اتفاق میفته. پس تا اینجا شباهت خیلی زیاد رو بین این ناحیه قسمت سبز و آبی داریم میبینیم. خب این که گذشته است، این موقعی بود که قیمت 42000 دلار بود. داستان گذشته است، صرفا یک تکراری بکنیم ببینیم که چی هستش. اما بیایم یک کمی جلوتر. پس من این خطا رو، من صرفا این باکس رو متصلش میکنم به این باکس که دیدیم چقدر شباهت داشت. دره قله دره، اینجا هم دره قله دره، قله دره قله قله دره قله، چقدر تکراری شد. anyway، پس این رو دیدیم که شباهتش رو با اینجا متوجه شد. حالا بیایم کمی جلوتر، یک قله دیگه اینجا دیده میشه. من این قله رو میخوام وصل بکنم به این قله. یکم کجه، دقت کنید. لزوما خب همزمان انتظارم نداشتیم اتفاق بیفته دیگه، بزنیم کمی پررنگ‌تر کنیم. لزوما همزمانم انتظار نداشتیم اتفاق بیفته، اما این قله رو میشه با این قله یکی دونست. یه قله دیگه اینجا هست، این قله رو با این یکی میکنیم. یه قله دیگه اینجاست، اینم با این یکی میکنیم. و من چیزی که قبلا گفته بودم و چیزی که فکر می‌کردم داره اتفاق میفته اینه که این دره همین دره است. خب اما الان با صدای بلند و با خیال آسوده میگیم که اشتباه می‌کردیم. ببینید توی بازار ما تلاشمون این نیست که درست بگیم، درست پیش بینی کنیم. این راهکار بازنده هاست، راهکار بازنده های بازار. ما دنبال این نیستیم که همیشه درست بگیم، نه. ما هدفمون اینه در سمت درست بازار باشیم. سعی میکنیم تا حد امکان درست بگیم، اما مهمتر از اون اینه که در سمت درست باشیم. اگر اشتباه داریم میکنیم خودمون رو تصحیح بکنیم. چیزی که شاید میس شده باشه، چیزی که شاید در دست داده باشیم اینه که این قله شاید این قله بوده. خب یعنی این دره اینجا شاید اینجا اتفاق افتاده. و این به چه معنیه؟ این به این معنیه که این ریزشی که الان داریم میبینیم که چاشنی شد از داستان توییت ایلان ماسک و سیزی و و غیره و غیره و همچنین داده‌های تورمی آمریکا، این شاید اون در واقع ریزش شیک‌اوتمون باشه. آیا ممکنه؟ بله، 100% ممکنه. پس این چیزیست که شاید بد نباشه بهش توجه بکنیم. شاید این ریزش همون ریزشی باشه که منتظرش بودیم، نه این ریزشی که قبلا اتفاق افتاد. دو هفته این برانور بود پیش بینیمون، اصلا جای نگرانی نداره. با افتخار میگیم که اشتباه میکردیم. و کماکان من یه چیزی تکرار کنم، من با یکی از دوستان صحبت میکردم، یه صحبت خیلی جالبی رو میکرد، یه جمله خیلی جالبی رو گفت ببین ما که میدونیم قرار قیمت بره بالا، اوکی، ما میدونیم که کجای سایکل هستیم، میدونیم وسط راهیم، توی این بحثی نیست. اما بیا کوتاه مدت‌تر هم صحبت کنیم، اما بیا میان مدت هم صحبت کنیم. و این در واقع سیستم فکری هستش که من تلاش دارم انتقال بدم. ما هممون الان یک سری اوردر اثبات داریم، یک سری پوزیشن اثبات روی بیت کوین داریم و روی این در واقع گاو خیلی قوی، بول مارکت خیلی بزرگ داریم، سعی می‌کنیم که گاو سواری کنیم.
اما جدای از اون دنبال این هستیم که پوزیشن های کوتاه مدت تر و میان مدت تری هم داشته باشیم و این تحلیل هایی که می کنیم روی اینه، بلا به اون پوزیشن اصلیمون کسی کاری نداره. خب ببینیم پس اینجا چه اتفاق افتاد. اینجا چیزی است که من به عنوان شیک اوت ازش اسم برده بودم و ما فکر میکردیم که این اتفاقی که اینجا افتاد همون شیک اوت بود و من انتظار چی رو داشتم؟ انتظار یک وی شیپ رو داشتم، انتظار داشتم همون ریزش سریع همراه بشه با یک بازگشت، دقت کنید شبیه وی هست، اما این وی شیپ ریکاوری اتفاق نیفتاد، یک بازگشت دوباره به سمت پایین داشتیم و مینیمم قبلی رو شکستیم به سمت پایین. بر همین این شاید یک دلایلی باشه که من فکر کنم در واقع این ریزش قبلیمون اینجا بود. اما بریم روی نمودار در واقع خود نمودار تریدینگ ویو بیت کوین صحبت بکنیم، شاید اینجا بتونه یکم دید بهتر بهمون بده. من قبل از هر چیزی دوست دارم که برگردم به سایکل قبلی، به همون دوره‌ای که در واقع در این حوالی بودیم و اتفاقاتی که افتاد. اون خطی که داشتم بهتون نشون میدادم، اون قله و دره‌هایی که داشتم بهتون نشون میدادم چیه؟ اینجاست. این همون شیک اوت بزرگه. من فکر می‌کردم که هفته پیش ریزش که اتفاق افتاد اینجا بود، در حالی که چی بود؟ در حالی که اینجا بودش اتفاق می‌افتاد. نکته خیلی مهم، ببینید تا کجا اومد پایین. این ریزش رو ببینید، تا این قله، تا پایین تر از بالای این قله اومد پایین، یعنی همه دره های قبل از خودش رو شکست، این قله آخر رو هم حتی یه ذره شکست، ولی بعد از اون چی رو داشتیم؟ یک وی شیپ ریکاوری و یک حرکت خیلی بزرگ رو داشتیم. این قله رو من میخوام بیام در زمان حال الان نشون بدم. این قله در زمان حال میشه کجا؟ میشه اینجا. پس آماده این باید باشیم که شکست 42000 اتفاق بیفته. 42000 خیلی خیلی حمایت ضعیفیه، حمایت قوی تر شاید توی 38000 توی 40000 دیده بشه. پس یعنی آیا آقای وردی، آیا ممکن هستش که ما همچین حرکتی رو ببینیم، یک ریزش و برگشت رو ببینیم؟ آیا ممکن هستش که یک ریزش دوباره و برگشت رو ببینیم و یک ریزش ریکاوری رو ببینیم؟ بله، اگر لیکویدیشن پرایستون بالای 38000 دلار هست، یعنی دارین اشتباه انجام میدین کار. این دارین کار رو اشتباه انجام میدین. دقت کنید، تکرار میکنم، این ترید پوزیشن ترید ما کماکان سر جاشه، این برای ترید میان مدت و در واقع کوتاه مدت هستش طبیعتاً. از طرفی چیز دیگه ای که من هنوز دارم دنبالش میکنم، این در واقع خط روندی اینجاست. این اگه یادتون باشه واسه بول فلگ اینجا کشیده بودیم، اما این خط کماکان به نظر من توی بازی هستش و میتونیم کماکان دنبالش بکنیم. یک بازگشت به اینجا میتونه حمایت ببینه، هم از طرف این حمایت های در واقع افقیمون، هم از طریق این ترند لاین و این خط روندی که اینجا داره دیده میشه. پس چیزی هولوش 42 تا 38000 دلار اصلا نمیتونه دور از ذهن باشه. کماکان چند درصد پول بک میشه برای ما؟ ما از قله اگر نگاه بکنیم تا الان چیزی حدود 30 درصد پول بک رو داشتیم. اگر تا اینجا قرار باشه بیایم پایین میشه 40 درصد پول بک. من دوباره برمیگردم به اون تایمی که در واقع این حرکت قبلی اتفاق افتاد، این چیزی که فکر میکنیم الان اینجا هستیم در سایکل جدید. به اندازه بگیریم میبینیم که دقیقاً پول بک 38.5% بود، 40% پول بک داشتیم که خیلی خیلی تشابه ایجاد میکنه که با اینجا اگر که برگردیم تا 38 و 40000 دلار. پس این چیزی که من از بازار میبینم و کاری که ما داریم براش آماده میکنیم، آماده میشیم. طبیعتاً آرامش خودمون، ریسک به سمت بالا سایه کماکان خیر. به نظر من دیگه ریسک به سمت بالا نیست. تا کی؟ تا وقتی که این خط روند شکسته بشه. خط روند کی شکسته میشه؟ شاید بالای 52000 تا دوباره ریسک به سمت بالا باشه، دوباره شروع میکنیم به fully positioned and more، حتی بیش از پوزیشن های اصلیمون. تکرار میکنم، پوزیشن اثبات طریقه اول ترید کردن بیت کوین کماکان سر جاشه. توی ویدیو سه روش برای معامله بیت کوین توی هایلایت بیت کوین حتما اگر ندیدید ببینید. اما در ارزهای دیگه که نگاه کنیم، اتریوم کمی کماکان قدرتش رو در نگه میداره. طبیعی بود که بعد از یک قدرت گرفتن بیش از یک حرکت پارابولیک از 2200 دلار به 4400 دلار، بیش از دو برابر رشد، طبیعیه که با یک در واقع تسی همراه بشه. آیا این تسی ادامه داره؟ آیا قرار بیت کوین حرکت کرد این وایس یا نه؟ این هنوز زوده که بخوایم روش نظر بدیم. اما چیزی که برای من جالبه و خیلی لذت بخش بود، ترید در واقع کاردانو بود. هم به هر حال اخبار فاندامنتال خوبی ازش اومد، همین که خب به هر حال تکنیکال بسیار مدت زیادی منتظر شکستش بودیم، خیلی صفحه‌های متعددی رو داشتیم دنبال می‌کردیم و بارها و بارها توی کل این مدتی که اینجا بودیم گفته بودیم که کاردانو زیر یک دلار حراج هست و دیدیم که بود، بیش از 2.5 دلار قیمت رو دیدیم حتی توی کاردانو. من خیلی صحبت خاص دیگه‌ای ندارم،
انشالله صحبت های دیگر میذاریم برای جلسات آینده. صرفا خواستم که این تحلیل رو داشته باشین از من و یاد بگیریم. یاد بگیریم که اشتباه کردن دوستان، ما توی بازار به عنوان یک تریدر بزرگترین در واقع دشمنمون ایگومون خواهد بود، غرور خواهد بود. ما دنبال نیستیم غرور داشته باشیم، دنبال نیستیم که همیشه راست بگیم. هر موقع که سیگنالش رو ببینیم، سیگنال تکنیکال، سیگنال فاندامنتالش رو ببینیم، حاضر هستیم که جهتگیریمون رو عوض بکنیم، اما نه به راحتی. اینجوری نیستیم که سریع خودمون رو جابجا بکنیم، همیشه هی بپریم این بر اون بر. میخوایم در سمت درست بازار باشیم، با آرامش و با دید تکنیکال و فاندامنتال تصمیم بگیریم، بدون اینکه احساساتمون رو وارد معامله بکنیم. بسیار هم عالی، امیدوارم که استفاده کرده باشین از این اطلاعات. نظرتون رو توی کامنت حتما برای من بنویسین. مراقب خودتون باشین و ترید های پرسود داشته باشین. خدا نگهدار.